من میخوام درباره اختیار و کوانتوم صحبت کنم چون که یه, یه،, یه مقدار همه گیجن خب همه هر کسی درباره این دوتا چیز با هم فکر این دوتا چیز با هم رپ داره دنیای زیست و مغز و روان و اختیار و اینا و کوانتوم فکر میکنن رپ داره یه مقدار گیجه و دلیل اینکه اینم به هم ربط میدن و من یه ذره صحبت کنم چون که ببین علم،, علم زیست و علم فیزیک و همه این چیزا خیلی به ما نشون داد که توی طبیعت یه سری قوانینی وجود داره و هر اتفاقی هم میافته به خاطر قوانین طبیعت خب این یه مشکل برای هم برای دیندارا به وجود آورد هم کسایی که حساسیت داشته دارن به اینکه آیا که ما اگه اختیار نداشته باشیم خب همه چی که میره تو هوا قضاوت میره هوا هویت ما میره ب... به هوا تعریف انسانیت میره به هوا یعنی حتی کسایی هم که دیندار نیستن کسایی که دیندارن که به شدت باید حساسیت داشته باشه چون ما اگه اختیار نداشته باشیم اضافت خدا و بهشت و جهنم و همه چی میره تو هوا خب ولی کسایی هم که دیندار نیستن هم اونا هم برایشون این حساسیت داره که ما اگه اختیار نداشته باشیم حالا قضاوت خدا رو که اینا کاری ندارن کسایی که بی خدا هستن ولی خب قضا... هر قضاوتی میره تو هوا یعنی ام... برای همین به این حساسیت وجود داره خب برای همین تا خیلی ها. یه ذره یه چیزی درباره فیزیک کوانتوم یا فیزیک مدرن یا فیزیک نوین نمیدونم هرچی بخوای اسمش میاد میگیرن میگن اه حل شد حل شد ما داریم کوانتوم داریم دیگه اختیارم جاش براش باقی میمونه دیگه نگران نباشین هم حل شد خب ب... چرا حالا کوانتوم فکر میکنن دنیای کوانتوم اختیار رو نجات میده به خاطر اینکه ما برای اینکه اختیار داشته باشیم احتیاج به انتخاب داریم درسته برای اینکه انتخاب بتونیم بکنیم احتیاج به گزینه های مختلف داریم چ... چرا اگر تمام اتفاقاتی که تو طبیعت میفته بر اساس قوانین طبیعت باشه این گزینه ها رو از ما میگیره اگه گزینه ها از ما گرفته میشه انتخاب از ما گرفته میشه اگه انتخاب از ما گرفته بشه اختیار از ما گرفته میشه خب میدونید این می چجوری دارم میگم حالا همه این فهمه تای کلاس میدونید از... کسی نمیفهمه بگین که من درست توضیح بدم خب ای بابک سلام بابک هم تلاشته سلام بابک او میلاد میگه سلام آرمین و قاسم اسید مرسی میلاد از سوپر میلاد خیلی تو مهربونی واقعا ممنون خب ببینین اگه همه چی بر اساس قوانین طبیعت باشه یا یا میبینم منتظری که بیای بالا بذار من این حرفم تمام بشه بعد میارمت بالا خب اگه همه چی تو طبیعت بر اساس قوانین طبیعت باشه معنیش اینه که مثلا ماده رو اختی بنزی توی طبیعت قوانین اجبار میکنه که این ماده ها کجا بره و چه اتفاق برشون بر؟ ماده و انرژی و فضا و زمان و اینا همه چیش بر اساس قوانین طبیعت جبر شده که چه اتفاقی براش بیفته درسته؟ خب اگه قوانین طبیعت جبر میکنه که چه اتفاقی برای ماده و انرژی و زمان و فضا و هر چیز دیگه بیفته پس معنیش که یک حالت برای هر... یک نتیجه برای همه چیز بیشتر وجود نداره خب و مشکل کسایی که به اختیار اعتقاد دارن اینه که خب مغز ما هم ماده و انرژی هیچ چیز دیگه نیست اگه مغز و اگه ما تمام تصمیمامون تمام کارهایی که انجام میدیم تمامش بر اساس اتفاقاتی باشه که تو مغز ما میفته معنیش اینه که قوانین طبیعت هم تو مغز ما یعنی مجبور میکنه هر, اتفاق، هر اتفاقی که تو مغز ما میفته هر اتفاق فیزیکی شیمیایی تو مغز ما اتفاق می‌افته، قوانین طبیعت رو باید رعایت بکنه و یه نتیجه بیشتر نمیتونه بده و اگه یه نتیجه بیشتر نمیتونه بده برای ما گزینه های مختلف وجود نداره هر اتفاقی بیفته فقط همون گزینه بوده هیچ گزینه دیگه نبوده اگه گزینه دیگه نبوده جای انتخابی نبوده که ما بیام بخوام انتخاب کنیم مثلا ببین ما برای اینکه بتونیم اختیار داشته باشیم باید یه چیزی رو انتخاب بکنیم خب اگه همه گزینه ها مثلا A باشه خب مثلا فرض کنیم ما گزینه A و B و C رو داریم خب اگه گزینه A و B و C داریم ما باید بین A ای بی و B و C انتخاب بکنیم معنیش که ما اختیار داریم ولی اگه همه گزینه ها A باشه چیزی رو نمیتونیم انتخاب بکنیم همیشه فقط جواب ایه برای این ما اختیار نداریم و اگه توی مغز ما هم همه چی همه گزینه‌ها ها فقط A باشه بخاطر اینکه قوانین طبیعت جبر کرده جبر کرده درست مجبور کرده که همه یه جور اتفاق بیفته ما هیچ گزینه ای نداریم که بخوایم انتخاب بکنیم آه؟ چون گزینه ای نداریم پس اختیارم نداریم به همین راحتی خیلی راحت. خیلی چیز ساده این که ما اختیار نداریم یعنی از هم از از علمی هم از از فلسفی خیلی لازم نیست خودتون گیج بکنیم خب حالا چرا خیلی ها توی موضوع علاقه دارن به کوانتوم برای اینکه تو دنیای توی فیزیک مدرن ما یاد گرفتیم که یک س... وقتی که از اندازه اتم میریم کوچکتر خب یعنی وقتی که یه... یه توی مثلا ساب اتمیک میشیم یعنی زیر اتمی میشیم زیر اتمی یعنی وقت قوانین فیزیک رو نگاه میکنیم توی جسمایی که از اتم خیلی کوچیک‌تره یعنی به یه جایی میرسیم که از الکترون هم مثلا کوچیک‌تره در حد خود الکترون هم کافی کوچیک هست که این قوانین قوانین فیزیکی کلاسیک دیگه براش کار نکنه خب ما فیزیک نوین نو، یا فیزیک مدرن فیزیک کوانتوم اسمش بذاری ام، نشون داد که قوانین فیزیک کلاسیک یا فیزیک نیوتونی اینجا دیگه کار نمیکنه وقتی به اندازه کوچیک میشیم خب و بعد یه سری چیزای دیگه هم که یاد گرفتیم به خاطر دانشمندا و کاری که کردن این بود که نشون داد که توی دنیای زیر اتمی خیلی چیزا احتمالی کار میکنه و به طور کاملا تصادفی یعنی هیچ چیزی باعثش یه سری اتفاقایی میفته که هیچ علت و معلولی نداره به طور کاملا تصادفی و بر اساس یه فرمولای محاسبات احتمالی به این نتیجه میرسیم حالا این فرمولا چیه و چه چی اتفاقی داره میفته بهش بگیم رویدادهای کوانتومی خب حالا اون بحثش خیلی پیچیده تره که حالا این رویدادها چی هستن خب ولی به نظر میشه اونجا اینجوری نیست که یه سری قوانینی بتونه به ما مثل یه فرمول ریاضی جبر بکنه که این اتفاق باید بیفته تو فیزیک کلاسیک مثلا تو فیزیک کلاسیک اگه بگی من یه توپو انقدر ونز داره ول کنم بیفته با چه سرعتی میخوره به زمین اگه فاصلش انقدر باشه شما یه محاسبه میکنید میگی خب قوانین فیزیک قوانین طبیعت قوانین ریاضی جبر خواهد کرد مجبورش خواهد کرد که وقتی که توپ به زمین میخوره با این سرعت با این نیرو با این انرژی فلان اینا نب... همه چیزشو میتونه اندازه بگیری خب که دقیقا نتیجه چی میشه تو فیزیک کلاسیک اینجوریه ولی توی دنیای زیر هیچ چیز دیگه جبری نیست همه چی تصادفی میشه همه چی نه یه سری چیزای تصادفی میشه و احتمالی میشه خب بعد همه خیلی ها که احتیاج داشتن به این که احتیاج احساساتی دارن به این که ما دنیای اختیار داشته باشیم گفتن ای حل شد حل شد پس جبری طبیعت جبری نیست دیگه ما از قوان... اگر توی دو... اگر تو کوانتوم تو دنیای کوانتوم رو نگاه میکنی و میبینی بعضی بعض چیزا جبری نیستن و کاملا تصادفی هستن معنیش اینه که پس ما گذینه های مختلف داریم چیزهای مختلفی میتونه اتفاق بیفته یعنی همه چی جبری نیست گذینه های مختلف داریم پس اختیارم ما داریم بریم خونه راحت شدیم علم خوشبختانه اختیار رو از بین نبرد ولی این چرت و پرته چرا این چرت و پرته برای اینکه کسایی که این حرف رو میزنن اصلا دقت نکردن که فیزیک کوانتوم داره چی میگه خب فیزیک کوانتوم داره درباره دنیای زیر اتمی صحبت میکنه خب توی سلول, های مغز شما توی نورون های شما اتفاقاتی که داره میافته که تو نورون های شما چه اتفاقی بیفته مثلا سیناپساتون روشن باشه یا خاموش باشه خب دنیای مثلا چه چه استفاده میشه پتاسیم و سدیم و این چیزایی که بین سیناپس اتفاق میفته انقدر دنیای بزرگی هست خب سلول های شما اتفاقاتی که بین سیناپس های بین نورون های شما اتفاق میفته دنیای بسیار بزرگی هست نسبت به دنیای زیر اتمی یه سلول مغز شما به نظر کوچیک بیاد ولی دنیای به شدت بزرگی هست نسبت به دنیای زیر اتمی و چون دنیای به شدت بزرگی هست قوانین م... که اتفاق قوانینی که دو... مغز شما داره بهش تحمیل میکنه که چه کاری انجام بده چه کاری انجام نده کاملا قوانین فیزیک کلاسیک براش کاف... توضیحش کافیه یعنی اصلا وارد دنیای زیراتمی نمیشیم که بتونیم نتیجه بگیریم که چه مثلا کدوم نورون خاموش باشه کدوم نورون روشن باشه کدوم نورون به چی کدوم نورون بس باشه کدوم سیناپس روشن باشه کدوم رو... اره اینا اینا ربطی اصلا هیچ احتیاجی نداری خب بعضی میگن خب ببین آرمین با اینکه درسته که قوانین فیزیک کلاسیکی که تو مغز داره اتفاق میفته خب ولی خب فیزیک کلاسیک هم, بر اساس قوانین فیزیکی کوانتومه که فیزیک کلاسیک داریم حالا تو حتی اگه بگی دنیا مغزت انقدر بزرگه که فیزیک کوانتوم نقشی توش نداره خب با بازم بالاخره فیزیک کلاسیک از کجا میاد بالاخره اتم و پروتون و نوترون و الکترون و اینا از این سری چیزای کوچیکتری تشکیل شدن و چیزای اون چیزای کوچیکتر قوانین فیزیک نوین رو رعایت میکنه بعد توی حجم بزرگتری که می‌رسیم قوانین فیزیک کلاسیک میشه برای همین نمی‌تونه بگی نداره البته من میتونم نه اشتباه می‌کنم نمی‌تونم بگم رابطه داره خب ببینید مثلا مثل این میمونه خب که من بیام بگم یه چشمه آب این مثال من خودم الان اختراع کردم اختراع کردم ام درست کردم ام اولین بار دارم استفاده می‌کنم به من بگید مثال خوبیه نه خب مثلا فرض کنید یه چشمه آب داریم خب سر یه کوه سر یه کوه خب نه یه یعنی رو قله هم نیستا یه ذره پایین تره خب این چشمه آب داره آب ازش میاد بیرون خب ما بر اساس چیزی که از علم میدونیم میدونیم که این چشمه آب آبش قرار وقتی که میاد بیرون میره پایین از کوه میره پایین خب جبر قوانین فیزیک کلاسیک جبر خواهد کرد مجب... نه جبر جب... مجبور خواهد کرد که هیچ راه دیگه نداشته باشه بغیر از پایین رفتن از کوه آب میاد از چشمه میاد بالا از کوه میاد پایین مثل یه جوب یا هر چیزی خب یه رودخونه کوچیک خب باید تو می... یه کسی بیاد بگه نه آرمین ممکنه آب بره بالا بره به طرف قله از چشمه میاد ب... از وسط کوه یه چشمه داریم آب میاد بیرون امکان داره که آب بجن که بره پایین بره بالا به طرف قله من میگم زده به سرت مگه مگه میشه هم چیزی امکان نداره هم چیزی تو میگی نه چرا امکان داره چون این گزینه امکان داره چون همه مولکولای آب از یه سری از چیزای زیراتمی تشکیل شدن که فیزیک کوانت قوانین فیزیک کوانتوم آه... فیزیک کوانتوم رو هدایت میکنه تو دنیای زیراتمی کوانتومی همه چی احتمالیه یه پارتیکلی که کوچکتر از مثلا الکترون میتونه اینجا باشه یه لحظه بیضه بشه اونجا به وجود بیاد همه چی احتمالیه مثل فیزیک کلاسیک نیست که باید همه چی مثلا از اینجا بره یعنی این میتونه هم... یه جا هست بشه یه جای دیگه به وجود بیاد همه چی احتمال داره چون تمام مولکول‌های آب از یه چیزای زیراتمی به وجود اومدن که این م... این چیزای زیراتمی قوانین فیزیک کوانتومو دارن در هر اتفاقی میتونه بیفته پس ما هم میتونیم بگیم که یه چشمه آب به جای اینکه بره پایین ممکنه بره به طرف قله این احتمال هم وجود داره خب بله این احتمال وجود داره ولی اینقدر احتمال کمی که اصلا در نظر گرفتنش خب یعنی ما میتونیم برای رودخونه برای آب برای مولکول آب برای یک جوب برای یه رودخونه قوانین درستی که بر اساس قوانین فیزیک کوانتومه ولی تمام قوانین فیزیک کلاسیک اتفاقی که برای یه رودخونه یه جوب یا رو چشمه میفته رو جبر میکنه حتی با اینکه درست اگه بریم توی مولکول آب نگاه کنیم بریم مثلا توی نوت توی الکترون های مولکول آب نگاه بکنیم اتفاقاتی که برای الکترون میفته قوانین فیزیک کلاسیک توجیهش نمیکنه ولی وقتی خود آب ملکول آب نگاه میکنیم یا خود رودخونه رو نگاه میکنیم تمام قوانین فیزیک کلاسیک همه چی رو جبری میکنه توی مغز ما هم اتفاقاتی که داره میافته که ما تصمیم گیریایی که داریم میکنیم میگیریم احساساتی که داریم استدلالی که میکنیم احساساتمون منطقمون همه اینا قب... تو دنیای سیناپسا ممکن برای شما کوچیک به نظر بیاد ولی انقدر بزرگ هست نسبت به حجم دنیای زیراتمی که به هم... مثل همون رودخونه میشه خب این ام میگه ای میگه آره مسالت خوب چه خوب, مرسی کسایی که منتظرن من الان حرفم تموم میشه خب و برای همین چون فیزیکی کلاسیک مغز ما رو کافیه برای اینکه ببینیم چه اتفاقی تو مغز داره میفته و همه چی جبریه حالا یه چیزی ح... یه چیزی که من یه نکته دیگه هم بگم مم. یه چیز خیلی نکته جالب حتی فرض کنیم به شکل به فرض محال به فرض محال این کاملا محاله ها خب ولی حتی اگه به خاطر دون... داشتن دنیای کوانتوم حتی اگه به خاطر داشتن دنیای کوانتوم گزینه های مختلفی وجود داشته باشه برای نورون های برای سیناپس های ما برای های ما که بگیم که نه این سیناپس به این سیناپس این, این نورون به این نورون وصل بشه و این سیناپس روشن بشه حتما تنها این گزینه نبود گزینه های دیگه هم احتمال داره یعنی فیزیک کلاسیک اینو جبر نمیکنه که این نورون روشن بشه این نورون روشن بشه چون ما یه فیزیک کوانتوم داریم ممکن بود یه جور دیگه بشه خب حتی اگرم اینم باشه که مثلا بریم وارد یه تئوری مولتیورس و اینا بشیم توی این موضوع حالا خیلی پیچیده است جا صحبت نمیکنم اگر دنیای کوانتوم باعث باشه که گزینه‌های مختلفی برای ما وجود داشته باشه این رویداد روی های کوانتومی که دست ما نیست خب یعنی این ببینیم ما برای 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 اینکه بتونیم انتخاب بکنیم گزینه های مختلف وجود داریم ولی داشتن گزینه های مختلف تنها شرط لازم برای انتخاب نخواهد بود اگه گزینه های مختلف وجود داشته باشه ولی انتخابش دست ما نباشه باز هم اختیار نداریم ببینید یعنی ما برای اینکه اختیار داشته باشیم باید گزینه مختلف داشته باشیم که بتونیم انتخاب بکنیم بعد انتخابش باید دست ما باشه یعنی شما حتی اگه با فیزیک کوانتوم میخواید این موضوع رو حل بکنید که ما گزینه‌های مختلف دارین هنوز هم اختیار به شما نخواهد داد برای اینکه انتخابش دست شما نیست انتخابش دست همون کوانتوم ایونتیه که یعنی به همون فرمولای ریاضیه که یعنی شما فکر میکنید با اختیارتون میتونید رویدادهای کوانتومی رو انتخاب بکنید یعنی اختیار شما هیچ, تاثیری هیچ تأثیری روی <laughs> روی اتفاقات کوانتومی نداره یعنی شما فهم کنی حالا تو مغز شما شما مغزتون با خوشتون میتونید با با روانتون میتونید رویدادهای کوانتومی رو انتخاب بکنید و هیچ جای بقیه جاهای دنیا که داره همین رویدادهای کوانتومی اتفاق میفته بدون روان ما داره این اتفاق میفته ولی تو مغز انسان تو مغز سگ و گربه و اینا هم نه ولی تو مغز انسان مغز ما یک قدرتی داره که میتونه رویدادهای مختلف کوانتومی رو بینشون رو انتخاب کنه که کدوم طرف کدوم جهت نره یعنی حتی اگه گزینه‌های مختلف هم داشته باشیم ما تعیین نمیکنیم که کدوم گزینه انتخاب میشه توی رویدادهای کوانتومی این خیلی اه, پیش بی... پیشنهاد ببین ما خودمون اگه کسی کوانتوم فیزیک رو یه ذره بشناسه و بدون چی میدونه چی داره میگه نشون میده که این رویدادهای کوانتومی به طور کاملا تصادفی نگفتم راندوم دارم میگم تصادفی سعی می‌کنم بیشتر کلمه فارسی استفاده کنم به طور کاملا تصادفی انتخاب میشه که کدوم از یه, یه فرمول ریاضی داریم که مثلا این بشه یا اون بشه کاملا تصادفی یعنی ما اثبات کردیم که کاملا تصادفیه اگه کاملا تصادفی یعنی چی یعنی دست شما نیست پس داشتن گزینه اینجا به شما اختیار نمیده امیدوارم واضح باشه واضح بود برای همه که من دیگه کسایی که این همه منتظر بودن رو بیارم بالا نه اینم اینم یه حرفش کاملا اشتباهه از خجا میگین تو فیزیک کوانتوم آگاهی اثر مشاهدهگر تاثیر داره نه مشاهدگر تاثیر نداره به خاطر اینکه آگاهه مشاهدگر به خاطر این تاثیر داره که داره دخالت میکنه توی فرو... کوانتوم اه... سیت حالا این دیگه فارسیشون نمیشه خب یعنی شما فکر میکنید با مشاهدهتون دارین رو فیزیک کوانتوم تأثیر میدارین به خاطر اینکه موجود آگاه هستیم خیلی خو... خیلی انسان رو بزرگ کردین تو طبیعت نه به خاطر اینکه مشاهده شما به چی احتیاج داره مشاهده شما به این چیزی احتیاج داره که یک, یک فوتون یه چیزی به اون سیستم بخوره که شما بتونید مشاهدهش بکنید یعنی اون مشاهده شما چه آگاه باشه چه آگاه نباشه داره دخالت میکنه توی اون اتفاق کوانتومی و باعث میشه که اون کوانتوم استیت کلپس بکنه هیچ ربطی به اینکه شما یک موجود آگاه هستیم نداره میفهمیم مظرم چه یعنی مشاهده شما یه اتفاق فیزیکیه یک دخالته توی اون موضوع هر, هر،, هر اتفاق فیزیکی دخالت دیگه هم بود به وی uh, و میکرد یه پارتیکل دیگه من انگلیس من به کافی انگلی فارسی برای این یاد گرفته بودم گرفت کم دارم uh, متوجه شدین ای نیلوفر اومد کجا بودی نیلوفر نیلو, نیلو فکر کنم دیگه برید چون من الان برای همه اثبات کردم که اختیار وجود نداره تو هم دوست نداری که اختیار وجود نداشته باشه من دیگه uh, آه موج و ذره مرسی قاسم جان بله خب ببینید این که مثلا چیزای زیر اتمی پارتیکل چی میشه ذره های زیر اتمی حالا ذره باشن یا موج باشن اینکه به چه شکل رفتار بکنن فکر خیلی, خیلی میکنن با مشاهده به مشاهده ما رب داره بگن، او پس چقدر ما مهمیم تو طبیعت که مشاهده ما باعث میشه که اینا دنیای کوانتومی چجوری کار بکنه خیلی خیلی انسان رو تو طبیعت بزرگ کردی نه ربطی با اینکه شما مشاهده ما نداره رفت به این داره که مشاهده ما احتیاج داره که به طور فیزیکی ما دخالت بکنیم یعنی یک موج رو یه دفعه میکنه مثل... یه چیزی که مثل موج رفتار میکنه رو یه دفعه مثل ذره رفتار میکنه به خاطر اینکه خب شما یه چیزی مشاهده بکنین این فوتون این فوتون باید بهش بخوره برگرده به چشم شما درسته آه هم میگه من متوجه شدم عالی عالی عالی